اصل ها رو براتون خدمتتون میخونم. اصل یک، مردم با معاوضه یا بدبستان یا مبادله روبرو هستند. خیلی مهمه. اینها اصول اقتصاده، اصول علم اقتصاد خورده که من ایرانی مقداری نمیدونم. دقیق فرمایید، یعنی اگر چیزی گرفتی حتما یک چیزی دادی. الان شما آمدید تو این کلاس، حضور پیدا کردید، شما الان دارید علم میآموزید. انشالله که ما بتونیم موفق باشیم و شرمنده شما نشیم. خب شما آمدید که علم بیاموزید، چه پرداخت کردید که این علم رو بیاموزید؟ شما وجه پرداخت کردید، هزینه پرداخت کردید، بله هزینه پرداخت کردید، ولی مهمتر از هزینه، خیلی مهمتر از هزینه، زمانی است که پرداخت میکنید برای آموزش. در همه دنیا همینه. البته شما اون زمانی که دارید الان پرداخت میکنید برای آموزش اونقدر ممکنه ارزشمند نباشه که یک فردی که میره دوره MBA فول تایم بگذرونه، اون زمان برای اون فرد خیلی ارزشمنده. دقت بفرمایید، در کشور پیشرفته افراد 4 سال میرن دانشگاه. و خیلی جالبه که خیلی از افراد که 4 سال نمیرن دانشگاه، از افرادی که 4 سال میرن دانشگاه جلوتر میافتند. مثال میزنم خدمت شما، یک آقای ایرانی بود که من در دبی با ایشون ملاقات کردم. ایشون پاسپورت نروژی داشت، سالها در نروژ زندگی کرده بود و حتی مسلمان هم نبود، یعنی ایشون به آیین مسیحیت گرویده بود. این براتون میگم، خیلی جالبه. بعد ایشون به در و تخته زده بود، با هزار زحمت خودش رسنده بود به دبی که در دبی زندگی جاودانه داشته باشه. میخواست برای همه عمرش در دبی بمونه. فکر کنید چرا؟ شاید بگه چون آب و هوای نروژ بده، آب و هوای دبی از نروژ بهتر. پس این نیست. میدونی چی میگفت؟ خیلی جالب بود. من ازشون پرسیدم که چطور شده شما اینقدر علاقه دارید؟ بالاخره شما به عنوان یک ایرانی که شاید مثلا 20 سال در نروژ بوده، بالاخره علاقه به اسلام هم نبوده که اومده دبی دیگه، اصلا دین دیگری داشته. فقط یک مورد، تکس، مالیات. ایشون به من گفت ببینه، همه چی در نروژ برای افراد مهیاست. حالا اگر فرصت روی زمان در مورد ویژگی های سیستم حمایتی که نروژ داره بعدم خدمتتون صحبت میکنم. یک بارم در کلاس گفتم که دوست من میگفت آرزوشون بوده که پدرشون بره خونه سالمندان و پدرشون منتظر بوده که مثلا به سن، حالا من نمیدونم چه سنیه که خونه سالمندان میرسن، مثلا به سن 80 سالگی برسن. اون روزی که به سن 80 سالگی میرسه همه خانواده جشن میگیرن، جشن تولد میگیرن که پدر داره میره خونه سالمندان. انقدر خونه سالمندان برای سالمندان شیرینه در نروژ. خب این فرد نروژ رو رها میکنه میاد به دبی که هیچ گونه سیستم حمایتی نداره. چرا؟ برای اینکه در دبی شما به راحتی میتونی درآمد داشته باشی، اینکام تکس وجود نداره، مالیات بر درآمد وجود نداره. در نروژ تا حد 50% شما باید مالیات بر درآمد بدید. اگر شما فرانسه رو میبینید که انقلاب کارگری و انقلاب جلیق زرد ها شکل میگیره، یک دلیل عمدهش مالیات بیش از 50%ایه که مردم فرانسه تقدیم دولت میکنند. اگر شما در این کشورهای مختلف زندگی بکنید، اون وقت متوجه میشید که سیستم اقتصاد آزادی که در کشورهای مثل سنگاپور، دبی و هنگ کنگ هست و در همسایگی خودمون کشور گرجستان هست، چقدر مورد تایید افرادی است که در سیستم‌های مختلف اقتصادی زندگی کردند. هر چقدر ما توضیح بدیم بعداً مشخص میشه که فرد میگه که من به اون خانه سالمندان نروژ احتیاجی ندارم، خودم برای خودم خانه سالمندان خواهم ساخت. مثل بنده، ببینید من الان رفتم بیمارستان، از من میپرسیدن که شما کارت بیمه تو بده، میگفتم بیمه ندارم. بعد سوال بعدش این بود هیچ نوع بیمه ای نداری؟ هر زمین بود هیچ نوع بیمه ای ندارم. خیلی براشون عجیب بود. چطور هیچ نوع بیمه ای نداری؟ من واقعا، خب بیمه سلامت هر کسی یک فرم پر کنه یک بیمه سلامت بهش میدن، ولی من حتی فرصت پر کردن این فرمم نداشتم و نیازی بهش نداشتم. من خودم بیمه کردم. چه نیازی دارم که که برم زیر مجموعه نهادهای ورشکستگی مثل سازمان تأمین اجتماعی؟ دقت بفرمایید. خب این سیستم های متفاوت رو خیلی طول میکشه تا افراد بپذیرند و بدانند که کدام سیستم به طرز تفکر انسان بیشتر نزدیکه و
و انسان‌ها کدوم رو میپذیرند. با دید توریستی شما متوجه نمیشید. پس انسان با معاوضه روبره، با ترید آف روبره. عزیز من، شما وقتی میری نروژ، زندگی خودت رو اختصاص میدی به اینکه درآمد تولید کنی در اختیار دولت قرار بدی، یا در اسکاندیناوی به طور کلی اینطور. ولی وقتی که شما تشریف ببرید به هنگ کنگ یا دبی یا سنگاپور یا گرجستان، شما کار میکنید، درآمد تو مال خودتونه. خیلی اینا متفاوته، ولی همه تمام هزینه ها گرونتر از کشور نروژ، گرونتر از سوئد. دقیق میفرمایید. ولی در دبی شما میتونه بری بهترین بیمه رو خریداری کنی. خب اینها تفاوت خیلی بزرگه.